در کنار کشنده شاکمن یا شاکمان ایستادم. من یکی از محصولات جدید شرکت ویرا دیزل که از زیر مجموعه های مامود خودروه. این کامیون دماغه داره و یکی از معدود کامیون های دماغه داریه که حالا بعد از انقلاب داره توی کشور ما مونتاژ و تولید میشه. تفاوت اصلیش همین دماغه دار بودنش و این دماغه دار بودن هم حسن داره هم بدی داره. حسنش اینه که اولا آیرودینامیک تره، چون شما یه همچین کوزه ای رو دارید و مصرف سوخت میاد پایین تر. از طرف دیگه چون موتور رو شما دیگه زیر اتاق ندارید، هم ارتفاع اتاق میاد پایین تر، سوار و پیاده شدن بهش راحت تر میشه، حرارت و صدا هم کمتر میشه. از همه مهمتر امکان قیچی کردنش خیلی کمتر میشه، چون شما طول بیشتری رو توی در واقع کله کامیون دارید. و تناوبدیش هم اینه که شعاع گردش فرمون بیشتره و سخت‌تر میشه باش دور زد. ظاهر جذابی داره به نظر من، از یه برندهایی مثل کنورس و ولوو وی ال ال الهام گرفته شده، طراحیش شبیه اونها شده. البته اتاقش اون طول بلند حالا وی آی پی اونها رو نداره. این قسمت کابین خواب کشنده شاکمنه، البته که به اندازه کنورس و حالا ولووهای دماغدار نمیرسه، اما از کشنده های بدون دماغ بزرگتره کابین خوابش و این خودش خیلی کمک میکنه به راننده. حالا وقتی که میخواد تو خواب غلط بزنه این ور اون ور بشه، فضای یه مقدار بزرگتری رو در اختیارش قرار میده. این کشنده به یک انجین کامینز 12 لیتری 6 سیلندر خطی به قدرت 490 اسب بخار و گشتوبر 2300 نیوتن متر مجهز شده که امکان جابجایی 44 تن بار رو به این کشنده قرار بده. این انجین با یک گیربکس ایتون 12 و علاوه 2 سرعته تمام اتوماتیک کوپل شده. میتونم میگم جزء بهترین کابینا رو داره تو کشنده‌هایی که داخل کشور در حال حاضر دارن مونتاژ میشن. یکی از با کیفیت ترین کابینا رو داره. امکاناتش رو خیلی سریع بهتون توضیح بدم. این سنسورایی که اینجا می‌بینید سنسور نور، باران و رادار خطخوان هست. یه رادار خطخوان هم این پایین داریم و یه رادار کوچیک هم توی جلو پنجره داریم که به کمک سیستم ترمز اضطراری تو مواقع بحرانی اتوماتیک ترمز می‌کنه. در مورد صفحه کیلومترش اگه بخوام بهتون بگم، یه صفحه کیلومتر تمام دیجیتال که حالا خیلی هم جذابه و این مانیتور حدوداً 10 اینچی که دوربین 360 رو کامل پوشش میده، همینجوری که الان میبینین اینجا روشنه و نمای جلو و دور ماشین رو داریم میبینیم و حالا تو دندقه هم که میره روی حالت عقب. فرمون خیلی بزرگی داره، در کل کابینه واقعا با ابهت و ترسناکی داره، مخصوصا وقتی این نوک دماغه رو داریم میبینین خیلی حس ابهت بهتون میده. و خب کیلس هست، استارت استوب داره. اینجا همونجوری می‌بینید دو تا پرده وجود داره که با بالا و پایین کشیدنش جلوی نور رو میگیره و اینجا هم گیربکس ایتون 12 علاوه 2 دنده تمام اتوماتیک. من یه توضیح هم در مورد کارکرد این گیربکس بهتون بگم. ببینید عملکردش مثل گیربکس سواری با چند تا تفاوت. اول اینکه با این دکمه سیستم اکو فعال میشه و خب دنده‌ها رو زودتر تعویض می‌کنه. اگر این دکمه رو فشار بدین دیگه میتونه به صورت دستی با این مثبت و منفی دنده رو تعویض بکنی و این دکمه لود رو هم اگر فشار بدین برای جاهایی که تریلی بهش وصله، بار سنگینه یا ماشین گیر کرده یا میخواد حرکت رو شروع بکنه، با این در واقع دور موتور رو بالا نگه میداره و حرکت میکنه این کشنده. و کیفیت اینا من دارم نگاه میکنم کیفیت قابل قبولی داره برای یک خودروی کار. اینجا میتونید ترمز پارک برقی و ترمز تریلی برقی رو ببینیم. از امکانات دیگه که میتونم براتون بگم که خیلی هم مهمه، اول از کلیدای این بالا شروع بکنم. این کلید چراغ سقفیه، این کلید چراغ پارک در واقع درهاست، این کلید سانروفه، این تعویض چون هر دو بوق شهری و بادی رو داره و با این میتونین تعویضش بکنین حالتش رو. و اینم که تاخوگرافه که حالا به هر حال ثبت وقایع و ثبت رفتار راننده است. اینجا یه سری باکس ما داریم که داخل همشون هم چراغ کار شده و خیلی میتونه کاربردی باشه برای راننده ها. هر جا که تقریبا تونستن باکس رو گذاشتن. اونور هم یه باکس داریم به همین صورت. اکسل های این کامیون برند مان آلمان هست و یه موتور کامینز 12 لیتری 6 سیلند با قدرت 490 اسب بخار و 2300 نیوتن متر گشتوا و مشابه اون چیزی که در کشنده های دیگه هم داره استفاده میشه روی این کشنده سوار شده. اما گیربکسش ZF نیست، گیربکسش یک گیربکس ایتون هست با برند ایتون
تمام اتوماتیک هست، 12 دنده جلو و 2 دنده عقب داره و میگن ایتون رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه عقبه خوبی داره و راننده ها باش خاطره خوبی دارن. تمام امکانات ایمنی روز دنیا رو داره، مثل رادار خطخوان، دوربین 360 و سیستم نمایشگر نقاط کور، ترمز اضطراری، سیستم ASR یا حمل کالای خطرناک، صندلی راننده با گرم کن و سرد کن و ماساژور که به صورت بادی هم تنظیم میشه و صندلی شاگرد هم همینطور. به جز این کشوهایی که ما اینجا داریم و این جالیوانی، ما اینجا یه یخچال داریم که خیلی میتونه کاربردی باشه برای راننده و به دردش بخوره و کنارش هم یه دونه آب سرد کن داریم. درباره صندلیش از نظر من که البته هنوز من تو مسافت طولانی پشت این نشستم، اما صندلی راحتی داره که به گرم کن، سرد کن و ماساژور هم مجهزه و به صورت پنوماتیکی قابل تنظیمه. البته صندلی راننده به صورت پنوماتیکی قابل تنظیمه، اما دیگه اون گرم کن و سرد کن و ماساژور رو نداره. خب این کشنده های قدیمی یا کامیون های قدیمی خیلی هاشون، یعنی تقریبا تمامشون از فنرشمش تخت استفاده میکردن که خیلی کوبش و مشکلات مختلفی رو تو رانندگی براشون به وجود می آورد. کشنده های جدید دیگه معمولا بالونی شدن. این یکی از اون کشنده های جدیدیه که به 4 تا بالون تو قسمت عقب مجهز شده که میتونید این بالون ها رو اینجا ببینید. 4 تا بالون اینجا وجود داره که قسمت عقب با این بالونا بالا پایین میشه و خب توی جاده، توی هر جایی که نیاز باشه سواری و اون ضربات رو دفع میکنه. 4 تا بالون هم دقیقاً زیر کابین قرار گرفته و کابین هم با این 4 بالون امکان رو بهش میده که سواری بهتر و راحت‌تری رو به راننده ارائه بده. خب من الان میخوام فقط بالا پایین کردن سیستم تعلیق ماشین رو هم بهتون نشون بدم. الان تو بالاترین حالت ممکن خودش قرار داره و با ریموتی که داخل کابین هست شما میتونید ارتفاعش رو تنظیم بکنید. کار این بالونا اینه. این قسمت کابین خواب کشنده شاکمنه، هرچند که طولش خیلی کمتر از کشنده هایی مثل کنورس و ولوو دماغ داره. اونا طولشون تا 9 متر هم میرسه، به خاطر همین هم فضای خواب بزرگتری دارن، هم بعضی وقتا صندلی یا یه چیزایی اگر تو عکس دیده باشین هم داخلش میچینن، جا برای کار بیشتره. اما این هم با اینکه 7.5 متر حدودا طولش، بزرگتر از کابین خوابش، بزرگتر از کشنده های بدون دماغ که عمدتا ما الان تو کشورمون داریم و یه فضای بهتری رو به راننده و شاگرد میده برای استراحت. جنس این دوشک فوم خوبی توش استفاده شده، تقریبا طبیه، نه خیلی سفته نه خیلی نرمه و یه پارچه، هرچند که پارچهش زبره اما مشخصه که خیلی مقاومه، به این زودی ها قرار نیست که خراب بشه. مشابه همین تخت رو ما طبقه بالا هم داریم برای شاگرد یا حالا نفر دومی که قرار استراحت بکنه. این قسمت هم ما یه پنل داریم که کنترلرهای در واقع داخل کابینه، یعنی کنترل شما موزیک رو میتونید باش انجام بدین، سانروف رو میتونید باش کنترل بکنید و چراغ‌ها رو روشن خاموش بکنید که دیگه نیازی نباشه بخواید بلند شین جاتون از اینجا کنترل بکنید. من فکر می‌کنم فضای خوابش برای یک نفر کافیه، هرچند که هیچ وقت نمیتونید مثل تخت خواب روی اون استراحت بکنید، اما بازم این فضا همین یه مقدار بزرگتر بودنش باعث میشه که راننده خیلی راحت‌تر بتونه استراحت بکنه و راندمان کاریش بره بالاتر. همونجوری که گفتم این یه کشنده دماغ داره، به خاطر همین انجین این ماشین تو این محدوده قرار گرفته و شما دیگه زیر کابین چیزی رو ندارید، انجین ندارید، به خاطر همین ارتفاع کابین اومده پایین‌تر و سوار و پیاده شدن بهش خیلی راحت‌تره. کابینش اینجا فقط 2 تا پله داره و خیلی راحت میتونید سوار و پیاده بشی. خیلی خوبه که تو طراحی به یه چیزایی از قبل فکر بشه، مثلا دسترسی به این قسمت بالا که فقط با چرخوندن این شما دیگه این قسمت رو هم با میتونید خیلی راحت برید بالا و اگه کار تعمیرات یا هر چیزی رو که دارید انجام بدید. من یه توضیح هم در مورد سنسورهای ماشین بهتون بدم. این قسمت سنسور کار شده، اینا همه سنسورهای ماشین هست. این دوتا همونجوری که می‌بینید دوربینایی هستن که دوتا هم اون طرف وجود داره و دوتا دوربین جلوی ماشین و یه دوربین هم عقب ماشین داره که 360 درجه ماشین رو پوشش میده. اما یه نکته مهم دیگه برای دسترسی و تعمیراته، من چیزی که دارم میبینم توی این کشنده
خیلی کابلی از اینجا رد نشده و این استاندارد مال اسکانیا و مانه که این قسمت رو خلوت میسازن که هم برای تعمیرات خوشنصب باشه هم برای دسترسی راننده، چون ممکنه تو بیابون جاهای خیلی مختلف سرما گرما گیر بکنه و اینجوری میتونه دسترسی خیلی راحت تری به این ادوات برای تعمیر داشته باشه.